خدا رحمت کنه پدر آیت الله سیستانی رو. خدا آقای سیستانی میدونید سید علی سیستانیه دیگه، خدا حفظشون بکنه این بزرگوار رو. پدر ایشون سید محمد باقر سیستانی از خوبان مشهد بود. یه خاطره ای داره خیلی شنیدنی. پدر ایشون میگفت من یه مرتبه یه چله زیارت عاشورا گرفته بودم برای رسیدن به یه حاجتی. میدونید این چله زیارت عاشورا خیلی مجربه، خیلی تجربه کردن و گرفتن. حالا یا 40 روز پشت سر هم زیارت عاشورا خوندن یا 40 هفته که هر هفته یه دونه زیارت عاشورا توش باشه پشت سر هم دیگه قطع نشه. ایشون میگه من 40 هفته زیارت عاشورا رو میخوندم به صورت سیار تو مسجدهای مشهد. این هفته توی این مسجد، هفته بعد توی مسجد دیگه، هفته بعد توی مسجد دیگه. اینجور هفته 40 روم شد، امید داشتم که خبری بشه. آخرای زیارت عاشورا رو داشتم میخوندم، یه نوری از یکی از منازل اطراف مسجد دیدم. البته همه من و شما میدونیم اون نور از قبیل این نورا نیست که به چشم همه بیاد. یه نوری دیدم، فهمیدم خبریه. سری زیارت عاشورا رو تمام کردم، رفتم به سمت اون منزل. وقتی نزدیکی های اون منزل رسیدم دیدم صدای شیون و گریه میاد، فهمیدم کسی از دنیا رفته، اما من دنبال اون نور میگردم. بیه رفتم به اونایی که دم در وایساده بودن تسلیت گفتم و وارد منزل شدم. وارد شدم، اون نور رو حس کردم از یکی از اتاقها میاد. رفتم تو اون اتاق، دیدم وجود مقدس هست ولی از علیه السلام نشسته، اما دیگران نمیشناسنش که حضرت تشریف دارن نشسته و دو قدمی حضرت جلوترش یه جنازه هست مال همون شخص متوفا که پارچه سفیدی هم روش کشیدن. معلومه که منتظرن تا مؤمنین بیان برای تشییع جنازه. آیت الله سیستانی ایشون میگه من سلام عرض کردم بسته ولی از علیه السلام، خب من شناخته بودم. حضرت با مهربانی جواب من رو دادن، بعد آهسته به طوری که فقط من بشنوم فرمودن که فلانی چله گرفتن و این در اون در زدن نمیخواد، مثل این خانم مسلمان باشید با خودمون میام سراغتون، تو زندگی مسلمان باشید، تو زندگی مسلمان باشید. که عرض کردم اهل بیت وارد زندگی آدم شده باشن کار هنر اینجاست. بعد حضرت فرمود این خانم در زمان کشف حجاب رضا خان که چادر از سرها میکشیدن و حجاب برمی داشتن 7 سال از خونش بیرون نیومد تا مبتلا به کشف حجاب نشه.